اونایی که این صدای بزرگ اکبر گلپایگانی حسیدیشون شد 40 سال پیش، رفتن گفتن آقا این طاغوتچی این رفیق شاه رو اذیتش کردن. به هر حال روی این قضیه نمیخوام امروز وارد بشم، میخوام روی یک مسئله جالب امروز برای شما باز کنم که استاد اکبر گلپایگانی اخیرا مطرحش کردن، دستگاه جدیدی که اکبر گلپا آفریده، آوازخوان پر آوازه ایران، حنجره طلایی، سردار خورشید سواران. عزیزان من، میدونید که ما در موسیقی ایرانی 7 دستگاه داریم، دستگاه همایون و ماهور، شور، سگاه، چارگاه، راست، پنجگاه و نوا. بعد میدونید که هر دستگاهی توی موسیقی ایرانی یه گوشه هایی داره، گوشه های فراونی داره. بعد جدا از این گوشه ها که هست، دستگاه ها یه ما که گوشه داره 5 تا قسمت داره. یعنی وقتی یه خواننده میخواد بیاد ردیف خونی کنه، که استاد اکبر گلپا ردیف خون نیست البته، ولی اونایی که ردیف خونی میکنه، من سالها پیش یک مطلبی نوشتم با عنوان ردیف خانی یا روزه خانی که اون خودش مفصل صحبته. این اول یه پیش درآمد میرم، پیش درآمد این روزه خونه باره من میگه بسم الله الرحمن الرحیم بعدش چهارمزروی میشه. تو چهارمزروی یارو آخوندو بالا منبر باره از هفسکی میگه، فاطمه میگه، پلیتیک میگه، سیاست میگه، اینا بعد آواز میخونه، وسطاش 2-3 تا شعر اینا میذاره، این آخوندو رو آواز میخونه، بعد تصنیف میخونه، بعد آخرش رنگی میشه. رنگی آخوندا کربلاست که امسال روحانی هم براتون نماز خونه، برین رای بدید روحانی هم براتون نماز اینطوریست. این پس 5 قسمت داره هر دستگاهی: پیش درآمد، چهار مزراب، آواز، تصنیف و رنگ. ولی یادتون نره که ردیف خانی کار اکبر گلپا نبود. اکبر گلپا آواز خانیست که نه تنها دستگاه رو میشناسه، نه تنها تو دستگاه کار میکنه، اما یه دستگاه جدیدم خودش آفریده که این امسال اعلام کرد. این همین امسال اعلام کرد، هدیه ایست برای شما مهمانیاران. هر دستگاه با گوشه‌ای به نام درآمد آغاز میشه که در آن مد اصلی اون دستگاهی که میخوان اجرا کنن رو مطرح میکنن. در عزیزان من، حالا انواع گوشه ها داریم ما، یعنی هر دستگاهی گوشه هایی داریم، ما گوشه های مختلف داریم، گوشه شوشتری، بیات، حتی گوشه دلکش داریم در دستگاه ماهور، متوجه میشین؟ حتی گوشه عرض کنم خدمتتون که بیداد داریم در دستگاه همایون، ولی اون گوشه گلریز داریم، ملانازی هم داریم گوشه، و گوشه نوروز داریم، گوشه عاشورا هم داریم، گوشه حصار، گوشه زابل، تا دلتون بخواد گوشه داریم. اما اکبر گلپایگانی دستگاهی رو اخیرا معرفی کرده با نام دستگاه عشق. یه دستگاه عشق، پرسیدم استاد اکبر گلپایگانی دستگاه عشق گوشه هاش کدومه، چه گوشه هایی داره؟ گفت گوشه هاش جوانمردی، عیاری، دوستی، مهرورزی، عشق، میهن دوستی، انسانیت، صلح جویی، مثبت بودن در زندگی، هر چه خصلت و خصایص و صفات نیک هست در این دستگاه عشق هست، و هرچه منفی و اهریمنیست این دستگاه عشق باش مخالفه، با دو دوزه بازی کردن، حسادت کردن، خباست کردن، دروغ گفتن، دو به همزنی کردن، نون به نرخ روز خوردن، تجاوز به نوامیس مردم کردن و و و و و و همه اینا. اکبر گلپا آواز خانیست که همه دستگاه رو میشناسه. دستگاه عشق رو 7 دستگاه داشتید، 8 رو برای شما آفرید، 8 دستگاه دستگاه عشق. استاد گلپا خودش در این رابطه بیشتر توضیح خواهد داد براتون. آوازخوان مشهور ما این خورشید سوار، این سردار خورشید سوار با اسم دیدایی زال من در آوازخوانی، میدونید که تقریبا میگن 4 سبک داره. امروز من هم میخوام به شما یک حرف جدید بزنم. میگن سبک آوازخوانی پاپ، سبک آوازخوانی کلاسیک، سبک آوازخوانی ایرانی،
سبک‌های تفریقی که قاطی میکنن، یعنی یا میبینین کیبورد رو با نی هم قاطی میکنن، با سنتور هم قاطی میکنن و مثلا ویالون رو با اونم میزنن، اینا اینا رو میگن تفریقی، یعنی آمیزش میدن به هم دیگه. اما امروز من میخوام یادتون نره که در سبک ایرانی بیشتر همون روزخانی است. استاد نور علی خان برومند، استاد نور علی خان برومند که استاد این کارا بودن، آقای گلپام از کودکی ایشون شاگردیش کردن. از کنم خدمتتون که یک نازنینی دارم، کتابی که من در جزوه در رابطه با روزخانی یا ردیفخانی نوشتم گفتم، یک خواننده دیگه میگفت من اینشون میذاشتم تو ماشینم ضبط صوتم و قاچاقی روشن میکردم، حرفاش شنیده بود که بعدا ایشون اومده بود همون ردیفخانی که به سبک روزخانی و اینا هست و چه کرده بود. اصلا ما تو فاز روزخانی و ردیفخانی نمیریم. اکبر گلپا تو شما ببینین هر جا بوده شور بوده، عشق بوده، آوازخانه. حالا در موسیقی و در آوازخانی ما یه سبک داریم، یعنی چهار تا سبک که تو جهان معتبره و شناخته شده، از این بعد میشه پنج تا. اینو تاریخ گواهه، اسادید گواهه. اون سبک پنجم آواز گلپاس، آواز گلپا سبک پنجم. چارلز نبول رفیق من بود، میگفت ما رفتیم تهران دیدم این گلپا چه 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 میزنه، گفتم من بتونم یکی از این چه چه بزنم دنیا رو گرفتم. رفتم گفتم آقای گلپا خواهش کنم بیا به ما چه چه یاد بده، چجوری اینجا چه چه میزنی؟ چارلز نابور با من، ما با هم جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه از سنای فرانسه گرفتیم با هم و حالا خدا بیاموز روانش شد. گفت اکبر گلپا منو کشید کرد گفت بیا بهت یاد بدم. گفت بگو آه. گفتم ها. بعد گفت بزن حال اینجا آه. گفت آقای سبکی که به ما یاد داد ما هر چی هم تمرین می‌کنیم می‌بینیم گلپا گلپاس، گلپا گلپاس، هیچ کس نمیتونه سبک گلپا رو تقلید کنه، صدای گلپا رو. او شاگردای زیاد دارن، حالا بعدن در مورد شاگرده استاد اکبر گلپایگانی صحبت کنم، ولی گلپا نمونه است، جهانگشای موسیقی و آواز ایرانی است. در برنامه های دیگه سعی میکنم در این زمینه بیشتر بهتون توضیح بدم عزیزان من، ولی این دستگاه عشق رو داشته باشید، هشتمین دستگاه و پنجمین سبک آوازخونی جهانی، سبک گلپا. آی گلپا خیلی مخلصی، میبوسم.